در ادامه فشار بر خانواده اعدام شدگان، پسرخاله مجید کاظمی در توییتر نوشت که پس از اعدام مجید، حقوق بازنشستگی پدرش در 29 اردیبهشت قطع شده و سمیه خواهر مجید از کار اخراج شده. محمد هاشمی نوشته که مهدی و حسین برادران مجید هم پس از یک هفته بازداشت هنوز آزاد نشدند. تصاویر ارسال شده هم نشون از جو شدید امنیتی در بهشت زهرا و نزدیک محل دفن ابوالفضل امیرعطایی است و اجازه حضور مردم در مراسم خاکسپاری رو به او ندادند. ابوالفضل امیرعطایی، جوان 16 ساله‌ای که طی اعتراضات شهریور سال گذشته از نزدیک مورد اصابت گلوله گاز اشک‌آور به سرش قرار گرفته بود، بعد از ماه‌ها در کما جان باخت. این در شرایطی که از خانواده او تعهد گرفتن از نیروی انتظامی شکایت نکنند و دادستان شهرری هم گفته مرگ وی ربطی به اعتراضات نداشت. در سوی دیگه، در حالی که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و بسیاری از خبرنگاران داخلی و خارجی خواستار برگزاری علنی جلسه دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی شدند، محمد حسین آجلو، همسر نیلوفر حامدی، عصر یکشنبه خبر داده کمتر از 24 ساعت پیش از برگزاری جلسه دادگاه، این دو خبرنگار تونستند با وکلای انتخابی خودشون ملاقات کنند. روز یکشنبه، سپیده رشنا هم با انتشار عکسی از ابلاغ قضایی در صفحه اینستاگرام خودش از احضار به دادسرای اوین خبر داده. او گفته که این ابلاغ به دلیل چند پست اینستاگرامی او که در هفته‌های گذشته منتشر کرده صورت گرفته. منابع محلی هم از صدور حکم محاربه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برای پروری خبر دادن. پرهام پروری متولد 1376، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه، اهل شهرستان سقز و ساکن تهران هست و از او به عنوان قهرمان شنا یاد میکنن. عرفان کرم ویسی در صفحه توییتر خودش خبر داده موکلش فرهاد شیخی، فعال کارگری، هم توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگه در منزل شخصی خودش واقع در هشتگرد کرج بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده. در کنار این فشارها بر فعالان جنبش زن زندگی آزادی، تقریبا هر روز هم با توجه به مشکلات معیشتی شاهد اعتراضات صنفی مختلفی هستیم. روز یکشنبه 7 خرداد ما هم در ادامه تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اصفهان، شوش، کرمانشاه، اهواز و سایر شهرها در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشون در مقابل ساختمان اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند. بلای جان مردم، گرانی تبرع، بلای جان مردم، گرانی تبرع، با شما و دستی کارتون حسین، حسین شعارشون دروغ و دستی کارشون، حسین، حسین شعارشون دروغ و دستی کارشون، همچنین بر اساس تصاویر منتشر شده، جمعی از شهروندان ساکن شهر قدس یا همون قلعه حسن خان از توابع استان تهران هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. علت این تجمع مشکلاتی است که اداره اوقاف برای ساکنان این بخش قلعه حسن خان ایجاد کرده. اعمال شده در کرمان هم جمعی از ساکنان شهرک جوپارستان در مقابل استانداری کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. گفته شده که این شهروندان آب لوله کشی ندارند و از تانکرها آب رو می‌خریدند که تا چندی پیش شهرداری به نرخ دولتی آبرسانی میکرده، ولی اعلام کرده با شروع گرما و کمبود آب دیگه حواله جهت دریافت آب نمیده. اما در موضوع حجاب که این روزها دغدغه اصلی حکومت شده، چند روز پس از ابلاغ لایحه حجاب و عفاف به مجلس شورای اسلامی که مورد انتقاد شدید تندروهای حکومتی هم واقع شده، همچنان این بحث ادامه داره. در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، محمد تقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، گفته میشه از مجازات شلاق برای افراد بی حجاب استفاده کرد. در مقابل، مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با بیان اینکه در تهران بین 15 تا 20 درصد کشف حجاب داریم، گفته جمعیت زنانی که از حجاب اجباری سرباز میزنن بسیار گسترده تر از حدی است که حکومت توان برخورد و بازداشت اونها رو به عنوان مجرم داشته باشه. او گفته در صورتی که بنابر بازداشت زنان باشه، فقط در تهران روزانه باید دست کم 5000 زن رو بازداشت کرد که امکان پذیر نیست. در ادامه بحث حجاب در ایران هم خبر رسیده که روز یکشنبه محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، که در ماه‌های گذشته اظهار نظرهای جنجالی درباره حجاب اجباری داشته، برکنار شده و محمد حسین طاهری آکوردی به عنوان جایگزین هاشمی گلپایگانی معرفی شده.